سبک‌های زندگی غیر مأنوس سوار بر امواج ماهواره‌ای از آن طرف مرزها بی سر و صدا می‌آیند تا شاید کم کم در لابلای زندگی ما جایی برای خود دست و پا کنند. ظاهرشان جذاب، درونشان ناپاک، روششان تلقین سبک زندگی غربی، کارشان پوساندن بنای مستحکم خانواده ایرانی. سبک زندگی ماهواره‌ای فنا شد. چی گفت دروغ بود؟ معمولا از قدیم و ندیم تو زندگی جر و بحث و اختلاف نظر وجود داشته که به قول قدیمی ها نمک آشه. اما چرا صبر و تحمل برخی خانواده ها پایین اومده و با بروز مشکلاتی که تو همه زندگی ها وجود داره طلاق رو با عنوان آسون ترین و سریع ترین راه انتخاب میکنن؟ همه ما میدونیم که طلاق ریشه های متفاوتی داره، از اقتصاد و اعتیاد گرفته تا دخالت های بیمورد و مسائل دیگه. اما در این گزارش با آدم هایی روبرو هستیم که زندگیشون با یه چیز دیگه به هم خورده، با ماهواره. البته احتمالاً الان بعضیتون دارید میخندید و میگید ماهواره چه ربطی به طلاق داره، اما باور کنید که داره. شوهر من تا دیر وقت میشه سوی پای ماهواره، چیزایی که نباید میدید از لحاظ اخلاقی، خیانت و خیلی چیزای دیگه که میتونه زندگی منو به آسیب و بدبختی بکشونه کشوند. کل زندگی شده بود ماهواره، نه بچه، نه خونه داری، نه غذایی، نه هیچ. غربی ها از این همه سرمایه گذاری و ارائه حدود 3500 ساعت برنامه رنگارنگ و غالبا جذاب در روز از 140 شبکه ماهواره فارسی زبان به دنبال چه هستند؟ برای اهداف دراز مدت همین کار رو میکنن، یک چیز آنی نیست. حالا شاید افراد فقط نگاه کنن به این ماهواره برمان که آره یک سریال مثلا جذاب داره، بشینیم تماشا. متاسفانه ماهواره یه تاثیرات منفی میذاره. شوهر من هم وقتی اون فیلم ها رو دید حس کرد که خودش هم میتونه مثل اونا باشه. همین روابط قاطی پاتی به هر حال روی ذهن خیلی از افراد تاثیر میذاره و خیلی اینا رو به عنوان استاندارد براشون تبدیل میشه. الان 2 سال پام توی دادگاه ها کشته شده، منو ول کرده، با یه بچه رفته. در غرب خانواده از اصالت و استحکام برخوردار نیست. این واقعیت رو غربی ها تکذیب نمی کنند، ولی معتقدند این هم یک جور سبک زندگیه. سریالی که نشون داده میشه، خب میبینن که اون خیلی سهل و آسون، حالا ممکنه که یه کسی توی زندگی مشترک بشه، زندگی مشترک به راحتی رها کنه بره سراغ شخص دیگه ای. خب این تو فرهنگ ما پذیرفته نیست. به تدریج اون قبهمون عمل ریخته میشه، از بین برداشته میشه و خب دیگه اختلافات تو زندگی به وجود میادش. از من خسته شده بود، میگم من تو رو نمیخوام، یکی از بهونه جوییاش این بود، میگم من از تو خسته شدم. بعد کم کم متوجه شدم که شوهر من همه داستانای ماهواره رو جدی میگیره، باعث شد که همونو تو زندگیم پیش ببره و الانم که هی میام میرم برای طلاق و مشکلات زندگیم. خیلی از صاحبان مکتب در علم روانشناسی ثابت کردن که انسان ها با دیدن یاد میگیرن. یعنی قرار نیست که ما حالا آموزش های خاصی برن، نه، با دیدن، با مشاهده کردن خیلی چیزا یاد میگیرن. خب اگر این رو ما بپذیریم که این اصل هست، خب خیلی دارن از طریق ماهواره خیلی چیزا رو میبینن. ماهواره نگاه کردن یا نکردن شما به خودتون مربوطه، اما لطفاً تأثیرات تدریجی و پنهان ماهواره ها رو رد نکنید.